در پهنه تاریخ، کانون مطالعات راهبردی افغانستان تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی به حکومت امویان، پایه‌گذار نخستین خلافت میراثی در تاریخ اسلام. مختصری درباره خاندان بنی امیه. امویان یا بنی امیه از شاخه های مهم قبیله قریش و دومین سلسله خلافت اسلامی بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودند. بنیانگذار این سلسله امیه بن عبدالشمس بن عبدالمناف بود و حکومتی را که پس از او فرزندانش تشکیل دادند به نام حکومت اموی ها یاد می شود. با ظهور دین اسلام در جزیره العرب، ابو سفیان رئیس بنی امیه بعد از فتح مکه مسلمان شد و بعد از آن بنی امیه با شرکت در جنگ ها نقش پررنگی در گسترش اسلام ایفا کردند. پس از آن خلافت در دوره امویان به تدریج به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد که قلمرو آن تا سه قاره آسیا، افریقا و اروپا گسترش یافت. خلافت امویان از سال 41 هجری قمری با معاویه آغاز شد و در سال 132 هجری قمری با حکومت مروان بن محمد به پایان رسید. امویان در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه که خود از بنی امیه بود جایگاه خاصی به دست آوردند. مروان بن حکم در این دوره صاحب قدرت زیادی شد و بر بسیاری از امور مسلط شد. با آغاز خلافت حضرت علی کرم الله وجهه امویان به مکه معظمه رفتند و چندی بعد به بهانه خونخواهی حضرت عثمان در جنگ جمل مقابل حضرت علی صف کشیدند. آنها بعد از شکست در جنگ جمل به شام نزد معاویه رفتند، اما خواستار برکناری معاویه از امارت شام بودند. وقتی امام حسن علیه السلام بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام جانشین پدرش شد، با معاویه صلح کرد و خلافت را به او واگذاشت. به این شکل سلسله بنی امیه با خلافت معاویه در سال 41 هجری قمری تشکیل شد و دمشق را پایتخت خود قرار داد. پیشینه خاندان بنی امیه و چگونگی تشکیل حکومت امویان. بنی امیه از سال 41 تا سال 132 هجری قمری به عنوان خلیفه های امپراتوری تازه تأسیس اسلامی در دمشق حکومت کردند. قلمرو حکومت امویان از شرق تا هند و از غرب تا شبه جزیره ایبریا گسترده بود. امویان بعد از سقوط در شرق توسط عباسیان امارت قرطبه را در اندلس یا اسپانیا بنا کردند که از سال 756 تا 1031 میلادی ادامه داشت. مورخان این سلسله را نخستین سلسله موروثی در تاریخ اسلام می دانند. امویان تاجر بودند و امور خود را از راه تجارت می گذراندند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با بستن مسیر تجارت، ابو سفیان رئیس آنها را ناتوان کرد و از این طریق موفق به فتح مکه شد. ابو سفیان که تا این زمان مسلمان نبود اسلام آورد و مسلمان شد و هر دو طرف صلح کردند. نزدیکی امویان به بنی هاشم سبب شد که آنها در آینده حکومت اسلامی نقش پررنگ ایفا کنند. معاویه پسر ابو سفیان در زمره کاتبان وحی قرآن درآمد و بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم در نبردهای مسلمانان با روم شرقی در سوریه و شام شرکت داشت. او همچنان فرمانده سپاهی شد که دمشق را فتح کرد. حضرت عثمان بن عفان خلیفه سوم اسلام نیز متعلق به امویان بود. او از ابتدا با پیامبر ایمان آورد
و او را در هجرت به مدینه همراهی کرد. در زمان خلافت حضرت عثمان که از سال 23 تا 35 هجری قمری ادامه داشت، با تقسیم مناصب حکومتی توسط او حکومت شام به معاویه رسید. بعد از شهادت حضرت عثمان، حضرت علی در سال 35 هجری قمری به خلافت رسید. معاویه میخواست از طریق بیعت با حضرت علی مواضع خود را در شام محکم کند، اما حضرت علی او را به علت فساد در حاکمیت عزل کرد. معاویه از فرمان حضرت علی سرپیچید و ادعای خلافت کرد. این ادعا سبب درگیری های داخلی و ایجاد بی‌ثباتی در بین النهرین شد. اما او تا هنگام شهادت حضرت علی بر مواضع خود ماند و بعد از او با حسن بن علی نیز جنگید تا سرانجام از طریق صلح خلافت را در سال 41 هجری قمری به چنگ آورد. معاویه بر خلاف خلفای پیشین که از طریق شورا جانشین خود را تعیین می کردند، پسرش یزید را جانشین کرد و سیاست جانشینی پسر به جای پدر را در خلافت پیش گرفت. از اقدامات مهم یزید، نبرد با امام حسین علیه السلام و رویدادهای خونین کربلا و مدینه بود. بعد از او، معاویه دوم بر سر کار آمد و بعد از 40 روز خلافت از کار کناره گرفت و درگذشت. با کنارگیری و مرگ معاویه دوم، شورش های برای جانشینی ایجاد شد. عبدالله بن زبیر در مکه و مختار ثقفی در کوفه به پا خواستند و گروهی از امویان شام نیز و طرفداری از عبدالله بن زبیر پرداختند. سرانجام مروان حکومت را به دست گرفت و بعد از او خلافت در خاندانش میراثی شد. امویان حدود 92 سال خلافت سرزمین های اسلامی را به عهده داشتند. آنها شام را مرکز اصلی خلافت و شهر دمشق را پایتخت خود قرار دادند. امپراتوری امویان یکی از پهناورترین امپراتوری ها محسوب می شود که تا سند، المغرب و اندلس را شامل می شود. سرانجام خلافت امویان در سال 132 هجری قمری به دست عباسیان از بین رفت. پس از آن بازماندگان امویان خلافت اموی در قرطبه یا کوردوبا را بنیان گذاشتند و این شهر در آن دوران به مرکز علمی، پزشکی و فلسفی جهان تبدیل شد. فشرده پیرامون خلفای مشهور اموی و چگونگی حکمرانی آنان. چنان که گفته شد خلافت بنی امیه با حکومت معاویه آغاز شد و پس از او 14 تن از امویان یکی پی دیگر خلافت کردند تا اینکه در سال 132 هجری قمری حکومت این سلسله به پایان رسید. 1. معاویه بن ابو سفیان از سال 41 تا سال 60 هجری قمری. بعد از شهادت حضرت علی رضی الله عنه، معاویه خود را امیر مؤمنان نامید. اما شیعیان در کوفه به حسن بن علی بیعت کردند. امام حسن با لشکری که پدرش در روزهای آخر عمر خود آماده کرد، به قصد جنگ بیرون آمد. امام حسن قیس بن سعد بن عباده را با 12,000 تن راهی جنگ کرد و خود وارد مدائن شد. معاویه نیز با لشکر خود در نزدیکی موصل اردو زد. بعد از چند روز در لشکر امام حسن آوازه پخش نمودند که قیس بن سعد بن عباده کشته شده است و سربازان خواستند فرار کنند که شماری از لشکریان با شنیدن همین خبر فرار کردند. امام حسن جنگ با سپاه منظم معاویه را غیر ممکن دانست و بناچار با دشمن وارد مکاتبه و مذاکره صلح شد و قرار بر این شد که حسن با موجودی بیت المال کوفه از کار کنارگیری کند. بدین ترتیب امام حسن با اهل بیت خود به مدینه رفت و معاویه در سال 41 هجری قمری وارد کوفه شد و بر مسند خلافت مسلمانان در آنجا نشست.
معاویه با تثبیت قدرت خیش به دنبال حاکمانی بود که بر قدرت خلافت او بیفزایند. با این هدف عمرو بن عاص را به حکومت مصر فرستاد و مغیره بن شعبه را به حکومت کوفه گماشت. بصره را به عبدالله بن عامر داد. اما عبدالله مرد نرم خو بود و از عهده خوارج بر نمی آمد، پس او را کنار گذاشت و حارث بن عبدالله را جایگزین وی کرد. بعد از 4 ماه او را هم عزل کرد و زیاد بن ابیه را به ولایت بصره گماشت. معاویه بعد از مرگ مغیره حکومت کوفه را نیز زمیمه ولایت تحت کنترل زیاد بن ابیه کرد. معاویه بعد از تثبیت حکومت خود فتوحات را که مدت متوقف شده بود از سر گرفت. او همه ساله از راه خشکه و دریا بر قسطنطنیه پای تخت روم شرقی می تاخت. اما نه تنها توفیق حاصل نمی کرد بلکه یک بار شکست نیز خورد. فتوحات معاویه در شمال افریقا نیز دنبال شد تا اینکه قوم بربر مطیع او شدند و مسلمانان شهر قیروان را در تونس امروزی تأسیس کردند. سپس پیشروی کردند و تا سیسیل نیز رسیدند. عبیدالله بن زیاد که بعد از مرگ پدرش والی شده بود و دفع خوارج مشغول شد. لشکر اسلام از جیهون عبور و تا سغد و سمرقند پیشروی کرد و سپس از سیستان به هند رفت. معاویه در دوره حکومت خود به همسر امام حسن دستور داد امام را زهر بخوراند. او نیز چنین کرد و امام در اثر مسمومیت به شهادت رسید. سرانجام معاویه در سن 75 سالگی در اثر ناتوانی و ابتلا به بیماری سینه درگذشت و اما پیش از مرگ پسرش یزید را جانشین خود کرد که پس از آن خلافت در خانواده بنی امیه میراثی شد. یزید اخلاق پسندیده نداشت تا مسلمانان او را بپذیرند، چون افراد دیگری مانند مروان بن حکم، سعید بن عثمان و زیاد بن ابیه نیز طمع خلافت داشتند. این امر به راحتی میسر نشد و جانشینی یزید با مخالفت‌های روبرو بود. 2. یزید بن معاویه از سال 60 تا سال 64 هجری قمری. یزید در سال 60 هجری قمری به تخت خلافت بنی امیه تکیه زد. شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در شهر کوفه از مهمترین حوادث دوره حکومت یزید شمرده می شود. یزید نعمان بن بشیر را که در آن زمان والی کوفه بود از کار برکنار کرد و عبیدالله بن زیاد والی بصره را به امارت کوفه گماشت. او به کوفه آمد و با کمک بزرگان شهر شیان را از دور مسلم بن عقیل متفرق کرد و سپس مسلم و همراهانش را به قتل رساند. از سوی دیگر امام حسین بی خبر از قتل مسلم با خانواده و پیروان خود از کوفه بیرون آمد. عبیدالله بن زیاد حر بن یزید را برای جلوگیری از ورود دوباره او به کوفه فرستاد. پس از آن سعد بن وقاص با لشکر بزرگ از اهل کوفه به پیشواز حسین بن علی رفت. امام حسین که شرایط را چنین دید اجازه بازگشت خواست، اما عبیدالله بن زیاد جز به تسلیمی او راضی نشد. امام حسین علیه السلام راضی نشد که تن به ذلت دهد و همانند مرد آزاده مرگ با شرافت را به زندگی با ذلت ترجیح داد که بر اثر آن تراژدی کربلا در سال 61 هجری قمری شکل گرفت. امام حسین و یارانش به شهادت رسیدند. سرانجام یزید در ربیع الاول سال 64 هجری قمری درگذشت و فرزند او معاویه بن یزید یا معاویه دوم بر کرسی خلافت تکیه زد. 3. معاویه بن یزید از سال 64 تا سال 64 هجری قمری. بعد از مرگ یزید پسرش معاویه دوم به خلافت رسید. مدت خلافت او تنها 40 روز بود، زیرا او درگذشت و بعد از او اوضاع جانشینی به آشفتگی کشیده شد.
طوایف قیس و بنی کلب به طرفداری از عبدالله بن زبیر قیام کردند و امیر دمشق که ضحاک نام داشت خلافت ابن زبیر را بر منبر اعلام کرد. طولی نکشید که در مصر، حجاز، عراق و خراسان نیز نام ابن زبیر بر سر زبان‌ها افتاد. بنی امیه پس از آن خلافت را به مروان بن حکم که پیری کارکشته و سابقه دار بود دادند. سپس خالد بن یزید را نیز جانشین و ولیعهد او کردند. 4. مروان بن حکم از سال 64 تا سال 65 هجری قمری. مروان پسر حکم به محض دستیابی به خلافت تصمیم به تصرف دمشق گرفت. او برای تصرف دمشق با ضحاک بن قیس جنگید و او را شکست داد. ضحاک کشته شد و لشکریانش گریختند. مروان بعد از فتح دمشق دوباره از مردم بیعت گرفت. او متباقی قسمت‌های شام و مصر را نیز تصرف کرد و در بازگشت از آنجا برخلاف عهدی که با بنی امیه بسته بود، خالد بن یزید را از ولیعهدی عزل کرد و دو پسر خود عبدالملک و عبدالعزیز را جانشین خلافت قرار داد. او در سال 65 هجری قمری با دست همسر خود با زهر هلاک شد و عبدالملک به خلافت نشست. 5. عبدالملک بن مروان از سال 65 تا سال 86 هجری قمری. مهمترین کاری که در زمان حکومت عبدالملک بن مروان انجام شد این بود که او قبه الصخره را بنا کرد و آن را قبله مسلمانان و برابر با کعبه دانست. عبدالملک در سال 71 هجری قمری برای جنگ با عبدالله بن زبیر به عراق لشکر کشید. مصعب با مقابله با او برخاست. عبدالملک به سران عراق نامه نوشت تا از مصعب دور شوند. سرانجام مصعب کشته شد و حجاج بن یوسف از جانب عبدالملک به مکه رفت و در سال 72 هجری قمری آنجا را محاصره کرده و خانه کعبه را به ضرب منجنیق خراب کرد. پس از آن عبدالملک بن مروان کوفه را به حجاج بن یوسف داد و حجاج در آنجا با خوارج مشغول نبرد شد و پس از آن به تعقیب قاتلان عثمان و سایر مخالفان دولت پرداخت. عبدالملک بصره و فارس را نیز به حجاج داد، اما مردم از حجاج متنفر بودند و تنها عبدالملک او را دوست داشت. عبدالملک بعد از فراغت از جنگ‌های داخلی، جنگ با روم را که 15 سال به عقب افتاده بود آغاز کرد و جوستینین سوم امپراتور بیزانس را در سال 83 هجری قمری شکست داد. عبدالملک سکه پول را که تا آن زمان یونانی بود به عربی بازگرداند و نخستین سکه اسلامی را در سال 74 هجری قمری در دمشق ضرب زد. پس از عبدالملک بن مروان فرزندش ولید بن عبدالملک به خلافت رسید. 6. ولید بن عبدالملک از سال 86 تا سال 96 هجری قمری. در دوره حکومت ولید بن عبدالملک فتوحات توسعه یافت و مسلمه بن عبدالملک برادر خلیفه فتوحات را در اطراف روم دنبال می کرد. در این دوره اندلس فتح شد و ولید کلیسای دمشق را به مسجد تبدیل کرد که بعدها به مسجد اموی شهرت یافت. ولید به آبادی و ساختمانسازی علاقه بسیار داشت. او همچنان مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم را توسعه داد و خانه های اطراف آن را به فضای مسجد اضافه کرد. 7. سلیمان بن عبدالملک از سال 96 تا سال 99 هجری قمری. بعد از ولید برادرش سلیمان به جای او نشست. ولید در عهد خود قصد داشت سلیمان را از جانشینی بیاندازد و معین پسر خود را جانشین او کند، اما موفق نشد. با روی کار آمدن سلیمان و علت کینه که او از حجاج داشت، همه عاملان حجاج را از کار کنار گذاشت و مناصب او را به یزید بن محلب داد که از زندان حجاج گریخته بود.
سلیمان شهر رمله در فلسطین را پایتخت خود قرار داد. او مرد اهل عیش و نوش بود و طولی نکشید که در سال 99 هجری قمری از دنیا رفت. او از پسران خود برای جانشینی گذشت و پیش از مرگش عمر بن عبدالعزیز را جانشین خود کرد که صالح ترین مرد در بنی امیه بود. 8. عمر بن عبدالعزیز از سال 99 تا سال 101 هجری قمری. عمر بن عبدالعزیز یا عمر دوم از طرف مادر به عمر بن خطاب می رسید. او پیش از خلافت والی مدینه بود و با خوشرفتاری با مردم برخورد می کرد. او عراقی ها را که از جور حجاج به مدینه می گریختند پناه می داد. عمر همچنان حجاج را از مدینه عزل کرد. آشنایی عمر با سیره پیامبر و مسلمانان صدر اسلام برای او که مرد خاشی بود مؤثر افتاد و این جهت وقتی به خلافت نشست دست به اصلاحات زد. البته زمینه هم فراهم نبود زیرا مردم توسط امویان به فساد کشیده شده بودند. عمر بن عبدالعزیز عادلترین خلیفه اموی در دوره خلافت خود اصلاحات فراوانی به نفع مردم انجام داد. عمر بسیاری از رسوم ناپسند مردم را برانداخت. قدرت عاملان در اموال را محدود کرد. او درآمد خلفای پیشین را که به زور از مردم گرفته می شد و شامل هدیه نوروز، هدیه ازدواج، خرج قلم و امثالیان می شد متوقف کرد. خلافت عمر 2 سال و 5 ماه طول کشید. او بعد از 2 سال در سن 39 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. 9. یزید بن عبدالملک از سال 101 تا 105 هجری قمری. یزید بن عبدالملک یا یزید دوم داماد برادر حجاج بن یوسف بود. با این جهت هنگام خلافت خاندان حجاج نزد او آمدند و از یزید بن محلب در سختگیری بر آنها شکایت کردند. یزید دستور تعقیب یزید بن محلب را داد. ابن محلب به بصره رفت و در آنجا پناهنده شد. یزید بن عبدالملک مرد ضعیف و بیفکر بود و سیاست نمی دانست. مشغله عمده او تغییر ماموران خلافت بود. او قوانین عمر بن عبدالعزیز درباره مالیات را لغو و دوباره آن را به حالت سابق درآورد و خراج و جزیه را برقرار کرد. یزید بن عبدالملک کاری به جز تفریح نداشت و عمر خود را در صحبت دو مطربش سلامه و حبابه می گذراند و به آنها علاقه در حد جنون داشت. 10. هشام بن عبدالملک از سال 105 تا 125 هجری قمری. هشام بن عبدالملک بر خلاف برادر و اسلاف خود مرد اهل کار بود و به شوخی و تفریح علاقه نداشت. او ولایات شرقی یعنی عراق و مضافات آن را به خالد بن عبدالله قصری سپارد. خالد از شاگردان حجاج بن یوسف در فعالیت مانند او بود، اما درندخویی وی را نداشت. مردم از او نفرت داشتند و در اواخر حکومتش جنبش های توسط خوارج و شیعیان شکل گرفت. فتوحات مسلمانان در دوره هشام بن عبدالملک تا مرزهای فرانسه گسترش یافت. هشام جنگ با روم را دنبال کرد و عبدالرحمن بن عبدالله توسط هشام والی اندلس شد. او در نزدیکی پواتیه با شال مارتل جنگید. جنگ پواتیه چندین روز طول کشید. با پایداری فرانک ها عرب ها در رمضان سال 114 هجری قمری عقب نشینی کردند. شال مارتل بعد از فتح پواتیه قلعه ناربون را که پایگاه حملات عرب ها بود محاصره کرد، اما موفق به فتح آن نشد. 10 سال بعد دوباره عرب ها به خاک فرانسه حمله کردند، اما موفق نشدند آنجا را تصرف کنند. سرانجام هشام بن عبدالملک در ربیع الاول سال 125 هجری قمری در سن 55 سالگی درگذشت. پس از هشام ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید، مروان بن محمد
4 تن دیگر از خلفای اموی بودند که حکومت کردند. خلافت بنی امیه حدود 92 سال طول کشید. بیشترین مدت خلافت این سلسله به فتح سرزمین های مختلف و گسترش قلمرو اسلام گذشت و با روی کار آمدن خلفای ضعیف و اهل لهو و لعب این سلسله به سراشیبی سقوط افتاد. با روی کار آمدن عباسیان به عنوان سومین خلافت اسلامی بعد از پیامبر اسلام، عمر خلافت بنی امیه به پایان رسید.